یکی میگه که دستتون رو در تکبیر تحریمه به اصطلاح در ابتدای نماز تا گوش بالا ببرید، یکی میگه تا سینه بالا ببرید. اینا هیچ کدومش مهم نیست برادر عزیز. کسایی که روی این مسائل گیر میدن که آقا حتما باید دستت به اینجا بخوره و حتما باید دستت اینطوری باشه، اینا مرض دارن، مرض تعصب. اینا هیچ تأثیری در صحت نماز شما نداره. دست تو تا نرمه گوش گرفتن، دست تو تا، در مورد همه اینها حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده، احادیث صحیح. پس به این معنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دستشون رو تا نرمه گوششون بالا بردن و هم تا شانه ها، تا این مناکب بالا بردن. این تأثیری در نماز شما نداره. کسایی که میان اینها رو وسیله قرار میدن تا دین رو سخت بکنن برای مردم، اینها مرض دارن، مرض تعصب دارن. دنبال حرف اینا نگردید. و اینکه دستتون رو کجا ببندید، زیر ناف، سر ناف، بالای ناف، روی سینه، اینها هم هیچ تأثیری در صحت نماز شما نداره. همه اینها از پیامبر صلی الله علیه و سلم با احادیث صحیح روایت شده. حتی دست باز نماز خوندن، مالکی ها یکی از مذاهب اربعه اهل سنت، یکی از مذاهب فقهی که امروز در شمال آفریقا، در وسط آفریقا، خیلی از این کشورها مذهبشون مذهب مالکی است، طبق مذهب مالکی دست باز نماز میخونن. و این هیچ تأثیری نداره در این که بگیم حالا این طرف که دست باز داره نماز میخونه نمازش باطل است، و این که دست بسته داره نماز میخونه نمازش صحیح است، و این که دستش رو یک سانتی متر بالا برده یک سانتی متر پایین برده این نمازش باطل شد. این هم انسان‌های متعصب دنبال این مسائل فرعی میگردن، مسائلی که هیچ تأثیری در صحت نماز نداره. مهم در نماز این است که اون شروط و ارکانی که هست به درستی انجام بشه، با خلوص نیت و برای رضای الله سبحانه و تعالی، با این که انسان طوری نماز بخونه که انگار در مقابل پروردگار متعال ایستاده. بعضیا داره نماز میخونه در مقابل الله سبحانه و تعالی، اما فقط حواسش طرف این است که پاهاش چقدر باز باشه چقدر بسته باشه. یک میلیمتر اگر پاش که کمی باز شد یا کمی بسته شد، خلاص هوش و حواسش به طرف پاش است، یا به طرف دستش که دقیقا باید به میلیمتر اندازه بگیرن، خطکش بیارن که آقا تو باید زیر ناف یا سر ناف یا زیر سینه بالای سینه باید دستتو بگذاری. اینا مسائلی است که انسان رو از اصل فلسفه نماز، هدف نماز، انسان رو دور میکنه. و تعصب بیجا هست، بعضیا به خاطر این مسائل گیر میدن به مردم.